در آمریکا همزمان با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای، باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین نیز وارد صحنه انتقاد از پرزیدنت ترامپ شده است. در همین حال نظرسنجی‌ها از تداوم وفاداری طرفداران پرزیدنت ترامپ در ابراز حمایت از او حکایت دارد. مهدی آرامی گزارش می‌دهد. گرچه کاخ سفید زیر انتقادات شدید از سوی منتقدین قرار دارد و درصد محبوبیت پرزیدنت ترامپ کاهش یافته است، اما احترام و علاقه به او در میان طرفدارانش عمیق‌تر شده است. من پیامش را دوست دارم. کاری که برای اقتصاد می‌کند دوست دارم. او اشتغال را برگردان. رابرت گریفین تحلیلگر در گروه مطالعاتی بنیاد دموکراسی برای رای دهندگان می‌گوید پرزیدنت ترامپ آمال جمهوری‌خواهان را محقق کرده است. ترامپ توانست لوایح کلیدی را که جمهوری خواهان سالها در پی آنها بودند تصویب کند، مانند کاهش مالیات ها و حتی بسیاری از سیاست های مهاجرتی او در میان هواداران جمهوری خواهان محبوبیت دارد. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین برخلاف سنت سیاسی در آمریکا با انتقاد از رئیس جمهوری کنونی پرزیدنت ترامپ و اشاره مستقیم به نام او وارد گود رقابت های انتخابات میان دوره‌ای پیش رو شد. سیاست کنونی در واشنگتن با دونالد ترامپ آغاز نشد. او تنها عارضه است و نه علت. پرزیدنت ترامپ از فرصت سخنرانی خود در ایالت داکوتا استفاده کرد و به اظهارات آقای اوباما واکنش نشان داد. از من سوال شد درباره سخنرانی پرزیدنت اوباما چه فکر میکنم. گفتم متاسفم، تماشا کردم اما خوابم برد. متوجه شدم سخنان او برای خوابیدن خوب است. فکر میکنم او میخواست اعتبار بهبود فوق‌العاده اقتصادی در کشورمان را به نفع خودش تمام کند. باید این را به پرزیدنت اوباما بگویم که اگر دموکرات‌ها با برنامه خودشان دو سال قبل وارد کاخ سفید میشدند، صادقانه بگویم به جای رشد اقتصادی 4.2% شاهد افت منفی 4.2% بودیم. انتخابات میان دوره‌ای که دو ماه دیگر برگزار خواهد شد، رفراندومی درباره پرزیدنت ترامپ تلقی می‌شود که بهبود اقتصادی و کاهش بی سابقه نرخ بیکاری را از دستاوردهای دولت خود می‌داند. مهدی آرامی، صدای آمریکا.